سلام دوستان عزیز، برادران و خواهران مبارک. این روزا در ایران ما مدتی است بیش از یک ماه اتفاقات بسیار عجیبی رخ داده. برخاستن آوای آزادی، ندای شادی برای رسیدن به یک فراغ بال، برای رسیدن به نفس کشیدن، برای اینکه بتونه انسان به اون درجه لیاقت خودش برسه، نه مظلوم، نه محکوم، نه مطرود، بلکه آزاد و فارغ از دردها، فشارها، تنشها و درگیریهای درونی و برونی. اون احترام انسانی که از بین رفته، که انسان باید محصور و محدود بشه و همیشه چوب بالای سر من و تو باشه برای انتخاب زندگی، نوع زندگی، رنگ زندگی، طرح زندگی، یکی دیگه دیگران برای من تصمیم بگیرند. خدا انسان را آزاد آفرید. خدای خالق انسان را آزاد آفرید، به او تمام امکانات را داد که از اون استفاده کنه. در یک باغ فقط به او گفت از این درخت ممنوعه نخور، ولی برای او آزادی آفرید. خدا که خالق بود انسان را آزاد آفرید و به او حکمی نداد که مجبور بشه اجرا کنه، بعد احکام داد، ولی به من و تو ربط داشت که انجام بدیم یا ندیم، که بخوایم به بهشت برویم، به ملکوت برویم یا نه. حتی وقتی پسر خود عیسی مسیح رو به جهان ما فرستاد، هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، نگفت همه باید به او ایمان آورند. هر که، اگر دلت نمیخواد ایمان بیاری و میخوای راه دیگر انتخاب کنی، خدا من و تو رو در فشار قرار نمیده. آزادی اندیشه به من و تو داده. و امروز داستانی هست در کلام خدا و من میخوام از این داستان استفاده کنم برای این روزهای ایران. خیلی شباهت داره به نظر من. البته مسئله سامری نیکوست که میگوید عیسی چنین پاسخ داد در انجیل لوقا باب 10 از آیه 30: مردی که از اورشلیم به اریحا میرفت به دست راهزنان افتاد. راهزنان رو لخت کردند، کتک زدند و به حال نیم مرده انداختند و رفتند. اتفاقا کاهنی از همان راه می گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد. همچنین یک لاوی به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن یک مسافر سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آنها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چارپای خود کرد و به کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. روز بعد 2 سکه نقره درآورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت از او مواظبت کن و اگر بیشتر از این خرج کردی، وقتی برگردم به تو میدهم. این شخص زخمی که راهزنان را لخت کردند، مردی که افتاده بود، اون شخص که مورد تهاجم و غارت قرار گرفت، من تشبیه کردم به ایران عزیز. ایران عزیز افتاد به دست غارتگران، به دست کسانی که او را زدند، کتک زدند، زخمی و مجروح در کوچه ها انداختند. سالهاست ایران من و تو را میزنند، مجروح کردند. مردم از دل و جان، از روح و روان، از فکرشون مجروحند. عیسی مسیح در مورد شیطان چنین گفت در یوحنا باب 10: دزد نمی آید جز آن که بکشد، هلاک کند، نابود کند، غارت کند، اما من آمدم تا شما حیات یابید و آن را زیادتر حاصل کنید. از ایران خیلی دزدی ها شده. اصلا مهم نیست چقدر اختلاس مالی شده که خیلی ارزش داره، ولی روح ها اختلاس شدند، افکار اختلاس شدند، احساسات، محبت ها، شادی ها. خانواده ها امروز گریان و نالانند چون از اونها دزدی شده، غارت شده.
و خواستند که ایران لگدمال بشه، در کوچه ها بیفته، بی کس و یتیم بماند. و متاسفانه میخوانیم وقتی این شخص در اونجا افتاد در حال نیمه مرده و داشت جونش از دست میداد، یک کاهن از اونجا رد شد، یک روحانی از اونجا رد شد، یک آدم مذهبی از اونجا رد شد و بی اعتنا شاید حرفای دیگه هم زد، حقشه، میخواست این کار رو نکنه، چنان که امروز میگند. بعد یک شخص لاوی که انتخاب شده بود کمک کاهن باشه، یک هرچی بگیم، او هم بی اعتنا رد شد. راه خودشون رو عوض کردن، بی اعتنا به زخمهای ایرانشان، بی اعتنا به زخم جوانان و دوشیزگان ما، بی اعتنا به مرگ فرزندان ایران. همه برای خود فکر می کنند، هر کس به فکر خیشه، هر کس به فکر منافع خودشه. حرف نزدم که در خطر نیفتم، این مشکل من نیست عزیز. مرگ فقط مال همسایه نیست، مواظب به زندگی خودت هم باش. اما آن روز یک سامری از اونجا رد شد، کسی که هیچ کس انتظار نداشت کاری بکنه. او، کلام خدا میگه، وقتی اون مرد رو دید دلش به حالش سوخت، نزدش رفت، زخماشو شست، روغن مالید و بست، سوار چارپای خودش کرد، به کاروانسرای برد، از او پرستاری کرد، مبلغی پرداخت کرد. آن سامری نیکویی که امروز به درد دل ایران خواهد رسید و دلش به حال ایران میسوزد، کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند. ما هم باید دلسوز باشیم، اما دلسوزی عیسی مسیح چیز دیگری است. وقتی دل خداوند بسوزد برای کسی، یعنی اقدام خواهد کرد. گاهی وقتا دل من و شما میسوزد، یک پست میذاریم، یک داستانی میگیم، بالاخره یک کاری میکنیم، حرفی میزنیم. اما وقتی دل عیسی مسیح برای من و تو بسوزد، او وارد عمل میشود، همطور که اینجا میخوانیم. زانو زد، به او نزدیک شد، زخماشو شست، روغن مالید، او را کاملا بست و بعد دست او را گرفت، بلندش کرد، سوار چارپای خود کرد و به یک جای امن برد، پرستاری کرد شخصا و مبلغی هم پرداخت کرد، کاملا شفا بیابد این بیمار. امروز خداوند عیسی مسیح به خاطر ایران زانو میزند، دست ایران رو میگیرد، جوانان ما رو میگیرد، پیران ما رو، خانواده های رو میگیرد، داغداران رو تسلی خواهد داد، زخمای شما رو خواهد شست، با روغن برکت آن را خواهد مالید و خواهد بست و سوار بر اسب ظفر خود خواهد کرد، سوار بر حضور مبارک خود خواهد کرد و من و تو را به سوی امنیت رهبری خواهد کرد. آنجا خود او شخصا از زخمهای تو و از جان تو پرستاری خواهد کرد. ای ایران، سرای شیران، سرای دلیران، اگر امروز افتاده ای زخمی و مجروح، خداوند به خاطر تو زانو خواهد زد و تو را بلند خواهد کرد، زخمهای تو را خواهد شست، درد تو را دوا خواهد کرد، غم تو را به شادی تبدیل خواهد کرد و لباس زخمی و تن مجروح تو را شفا خواهد داد. لباس زخم رو، اون لباس ماتم رو از تن تو بیرون خواهد آورد و شادی به تو خواهد داد. ای سرزمین دلیران، ای ایران باشکوه، ای سرزمین شیران، افتاده ای برخیز، زیرا خداوند نور خود را بر تو تابانیده است. امروز خدای قادر مطلق به وسیله عیسی مسیح به تو نزدیک می شود، به خاطر تو به زانو در می آید، تو را می گیرد و بلند می کند، چون او فرمود روح خداوند بر من است، او من را مس کرده که افتادگان را برخیزانم، چشمان کوران را بینایی ببخشم، زخمی ها را شفا بدم، التیام ببخشم و به آنها بگویم از سال پسندیده خداوند که نزدیک است، پیروزی و ظفر نزدیک است. در نام عیسی مسیح ناامید نباش، چشمان خود را ای ایران به سوی آسمان بلند کن، او تو را میبیند و او تو را برکت خواهد داد. امروز روز نجات توست، امروز روز شفای توست، امروز روز پیروزی توست. مبارک باشد
در نام عیسی مسیح.